بیا برای زندگی طبیعت رو صدا کنیم، تو آسمون همدلی دلامون رو رها کنیم. رشد سریع و شتاب زده جمعیت در قرن اخیر مسئله تامین نیازهای غذایی انسان را به یکی از مهمترین دغدغه‌های تمام کشورها تبدیل کرده است. شاید بتوان کربوهیدرات‌ها و مواد نشاسته‌ای را بیشترین منابع خوراکی در رژیم غذایی دانست. از گیاهچه‌های اولیه سیب زمینی که به روش متفاوتی به دست آمدن استفاده می شود. این گیاهچه‌های اولیه در شرایطی کاملا استریل به صورت قطعات کوچکی جدا و تقسیم بندی شده و هر یک گره یا بند از آن در ظروف خاویه محیط کشت قرار می گیرد که ریزنمونه نامیده می شود. این تک گره‌ها یا بندها در محیط کشت
به تدریج رشد کرده و هر یک به گیاهچه جدیدی تبدیل می شوند. در هر ظرف حدود 8 تا 20 ریزنمونه کشت می شود. ظروف حاوی ریزنمونه ها در اتاقک رشد نگهداری می شود. اتاقک رشد محفظه یخچال مانند است و شرایط نور، دما و رطوبت در آن قابل کنترل است. تعدادی از ریزنمونه ها در دستگاه مخصوصی به نام فیتوتران نگهداری شده و سپس برای آزمون ویروسیابی به آزمایشگاه سلولی مولکولی منتقل می شوند. در صورتی که گیاهچه‌های تولیدی عاری از ویروس باشند، پس از رشد کافی به گلخانه منتقل می‌شوند. سیب زمینی یه مرکزی نشسته است و موقعی در داخل خاک قرار می‌گیره، انواع باکتری‌ها و ویروس‌ها رو به خودش جذب می‌کنه. این باعث میشه که بعد از یه مدتی عملکرد تولید سیب زمینی پایین بیاد و احتیاج به این داشته باشه که هر سالی بذر تازه و بذری رو که آلودگی کمتری داره در خاک قرار بگیره که بتونه تناژ بالاتری رو در تولید داشته باشه. در شرایط فعلی بذر سیب زمینی رو که در آزمایشگاه تولید میشه و بعد در گلخونه تکثیر میشه و بعد میاد در مزارع خاص کشت میشه، میزان آلودگیش به باکتری و ویروس بسیار کم میشه و ما میتونیم این بذر رو هر سال بذر جدید وارد میشه، چه از طریق واردات چه از طریق تکثیر در داخل گلخونه و آزمایشگاه، و این جایگزین بذرهای قدیمی میشه. اینجا گلخانه است که گیاهچه‌های سیب زمینی به دست آمده از روش کشت باف ادامه مراحل رشد را در آن سپری میکند. گیاهچه‌ها در شرایط کاملا استریل به گلخانه وارد شده و در گلدانها که جعبه های بزرگی هستند کشت می شوند. در هر گلدان حدود 40 گیاهچه با فاصله 10 سانتی متر کشت می شود. خاک مورد استفاده گیاه مخلوط کوکوپیت و پرلیت است. در هر گلدان حدود 20 تا 30 سانتی متر خاک قرار می گیرد. در مراحل نهایی رشد خاک اضافه می شود و ارتفاع آن حدوداً به 50 سانتی متر می رسد. آب توسط نوارهای آبیاری در اختیار گیاه قرار می گیرد. برای تامین یک نواختی دما و حفظ رطوبت از سیستم کنترل گرمایش آب مرکزی استفاده می شود. دمای گلخانه باید حدود 18 تا 25 درجه سانتیگراد و رطوبت آن حدود 85% باشد. تقریبا پس از 2 تا 4 هفته که از کشت گیاهچه ها گذشت، آنها از مرحله رشد رویشی به مرحله رشد زایشی می رسند. مرحله رشد زایشی زمانی است که اولین غده ها ظاهر می شوند. غده ها در این مرحله رشدی اصطلاحاً استولن نامیده می شوند. حدود 80 روز پس از کشت اولیه گیاهچه ها، آنها به مرحله از رشد رسیدند که برای برداشت آمادند. پیش از برداشت عملیات سربرداری انجام می شود. کلیه برگ ها و ریشه ها از غده های سیب زمینی جدا می شود. حدود 1 هفته تا 10 روز پس از سربرداری، غده های سیب زمینی که اکنون مینی تیوبر نامیده می شوند از خاک گلدان جدا شده و عملیات برداشت انجام می شود. عملیات برداشت نیز در شرایط استریل انجام می شود. برای مبارزه با حشرات که ناقل اصلی ویروس ها هستند، از کارت های زرد استفاده می شود. خاک گلدان ها نیز پس از برداشت برای استفاده در مراحل بعدی ضد عفونی و استریل می شود. پس از برداشت و جمع‌آوری مینی تیوبرها، این سیب زمینی های کوچک فضای سرسبز و زیبای گلخانه را ترک می کنند. در واقع سیب زمینی ها باید تا مرحله جوانزنی و آماده شدن برای کشت در مزرعه به عنوان بذر، یک مرحله به اصطلاح خواب را پشت سر بگذارند.
کارهایی که ما روی به مینی تیوبرهایی که وارد سردخونه میشن از گلخونه انجام میدیم این هست که کاهش تدریجی دما هست که از شوک دادن به مینی تیوبر خودداری کنیم، بعد پله پله تا دمای نگهداری که 4 درجه هست دما رو کاهش میدیم و با حفظ رطوبت 85% دوره نگهداری رو طی میکنیم. بعد از اتمام دوره نگهداری به تدریج دما افزایش پیدا میکنه و در حضور نور جوانه دار میشن و بعد آماده میشن برای ارسال به مزرعه. مدت زمان نگهداری مینی تیوبرها در سالن تاریک حداقل 2 تا 3 ماه است. با توجه به نیاز مزرعه و تقاضای بازار، مینی تیوبرها سپس برای آماده سازی کشت در مزرعه به سالن دیگری منتقل می شوند. محلولایی که برای رشد در مزرعه مفید هستن رو میتونیم به تمام سطح سیب زمینی رو محلول پاشی کنیم و بسته بندیش میکنیم. سیب زمینی احتیاجش که مناسبی که در اون در اطرافش درخت نباشه. عرض کنم حضور شما که عوامل محدود کننده کشت مثل یونجه، شاندر قنص و یا کشت نشده باشه و سایر عوامل، این منطقه داره، این اکولوژی بود که بشه این کار رو انجام داد و شروع کردیم در مزرعه رو که مختص این کار بود کشت کردن و به این ترتیب کلاس های بذری سیب زمینی در کلاس S، سوپر SE، سوپر الیت و الیت و کلاس A
آبیاری سیب زمینی بهترین نوع آبیاری آبیاری هایی هست که شما با تیپ انجام میدید و آبیاری قطره‌ای. به این ترتیب شما میتونید مقداری از کودها رو در داخل آب به صورت محلول به سیب زمینی بدید و آب رو در نقاطی رو که میخواید ساعت‌های آبیاری رو کنترل کنید. ما در اینجا بهترین رکوردی که داریم برای کشت سیب زمینی به ازای هر 0.7 لیتر در ثانیه میتونیم 1 هکتار کشت کنیم و تعداد آبیاری و ساعت‌های آبیاری بستگی به عمق رطوبت و عمق پیاز رطوبتی و ساعت‌های آبیاری و خروجی دریپرهای لوله‌های نوارهای آبیاری داره که در اینها یه جنبه تخصصی پیدا می‌کنه و یک کشاورز خودش با در نظر گرفتن رطوبت خاک اونو تنظیم می‌کنه نسبت به شیب زمین، نسبت به مدل آبیاری که براش تعیین شده تعریف میکنه که چه کاری رو باید انجام بده و سال به سال رو به طرف اصلاحش میده و میتونه در این زمینه با تجربه خوبی که به دست میاره بتونه بهتر از سال قبل آبیاری و نظارت برکارو داشته باشه. به هر صورت کشت سیب زمینی برخلاف گذشته که ادعا میشد که سیب زمینی تا گل نکنه بهش آب ندن احتیاج به آبیاری منظم داره و شما اگر بخواید سایز قده‌هاتون یکی باشه به هیچ عنوان نباید تنش آبی و تیماری در تولید سیب زمینی داشته باشید. به این ترتیب شما میتونید سیب زمینی بسیار خوبی تولید کنید که صنعتی باشه و در سردخونه بیش از 6 ماه ماندگاری داشته باشه. ابتدا مراحل آماده سازی و تسطیح زمین انجام می شود. خاک از مرحله کشت قبلی کاملا زیر رو شده و در صورت وجود علفهای هرز ریشه کن و نابود می شوند. برای کشت از ماشین های کاملا مکانیزه استفاده می شود. این ماشین های کشت می توانند بین 2 تا 18 تن محصول را در مخازن خود جای داده و حمل کنند. ما در اینجا برای وسایل کشت و تکنولوژی از تکنولوژی روز دنیا استفاده می‌کنیم. به این ترتیب که دستگاه‌های کشتی که داریم مخازنش می‌تونه حدود 8 تن تا 12 تن بذر رو در داخل خودش قرار بگیره، قابل تنظیم هست، هم کوتاهی ریزو بهش بدیم، هم میتونیم با سمپوشی قده بذری رو حفاظت بکنیم، ولی همه اینها با دستگاه ساده هم میشه انجام بشه. به این ترتیب که کشاورز میتونه قدهش رو حتما باید قبل از اینکه بخواد در داخل خاک بذاره ضدعفونی کنه و بعد فاصله هاشو بستگی به جنس خاک و مقدار آبی که داره تنظیم کنه و هدفی که میخواد قدهش تا چه حدی درشت بشه فاصله هاشو تنظیم کنه. ما ردیف ها رو به صورت زیگزاگ کشت میکنیم ولی خب به صورت خطی هم میشه کشت کرد. فواصل و عمق کاشت توسط ماشین قابل تنظیم است. کودهای ریز مقصی و محلولهای لازم در زمان کاشت در اختیار بذر قرار می گیرد. مثلا در این مزرعه در ابتدای کاشت نوعی کود فسفات استفاده می شود. این ماشین های مجهز قابلیت آن را دارند که در حین کاشت عملیات سمپاشی بر روی بذرها را نیز انجام دهند. توسط دستگاه دیگری که در کنار ماشین کاشت قرار می گیرد سنبارگیری شده و سیب زمینی ها در حین کاشت توسط ماشین کاشت همزمان سمپاشی می شود. همچنین کودهای ریز مقصی و محلولهای لازم برای زمان کاشت می تواند توسط ماشین کاشت در اختیار بذرها قرار گیرد. چراغ اتحادمون محبت و زندگیه، شکوفه جهادمون شکوه تابندگیه، یه دشت رو به آسمون یه کوه خوش تراش سر، آسین و بالا بزنیم برای یک تلاش سبز، آسین و بالا بزنیم